گفت یه سوالی ازت دارم. گفتم بگو. گفت بارها امتحان کردم توی مجالس یا هر کجا که من میخونم، اینقدر که همه لذت میبرن، تشویق میکنن، تو چطور ساکتی؟ من انتظار داشتم که تو هم مثل اونا من تشویق کنی. گفتم درست میگی، ولی تو اینقدر صداد برای من عظمت داره که اصلا من نمیتونم کاری بکنم، اینقدر برای من دلنشینه که اصلا به خودم جرأت نمیدم که تو رو تشویق بکنم. سکوت من تشویق برای تو. چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم، تنها رفتی. حالا 32 سال می شود که تنها مانده است، در خانه با یادگارهای ریز و درشت از کسی که افسانه صدای مخملیش از دهه‌های قبل تر تا همین امروز گوشها را جادو می‌کند. همون که اعداد زمان دقیق رفتنش 32 سال است روی عقربه‌های این ساعت ثابت ماندند. حالا سال هاست که کلاویه‌های این پیانو با دست‌های صاحبش لمس نشدند تا ساعتی پشت آن بنشیند و شاید زیر لب زمزمه ای کند برای پری دخت آور، بانویی که در مقابل دوربین نشسته است تا به روایت خاطرات دور و نزدیک مهمانمان کند. یه ایام عیدی رفته بودم شیراز، منزل خواهرم، اون هتل بزرگ پارک سعدی. 2-3 روز مونده بود به تحویل سال، خواهرم به من گفت که برو تو باغ امروز یه مقدار از گلا رو تو ترتیب بده برای میزا، به سلیقه خود هرچی که دوست داری. من یه زنبیل دستم گرفتم و آمدم توی محوطه توی باغ، یه مقدار گل کندم و اومدم از پله، میخواستم برم بالا، چند قدم مونده بود دیدم که رضای سجادی، حتما با اسمش آشنایی داری، دیدم بالای پله ها وایستاده. تا منو دید آمد پایین، یه آقای دیگه هم بغل دستش بود، آمد و گفت پری تو اینجا چی کار میکنی؟ چون واقعا رضا سجادی اصلا تو خانواده ما میتونم بگم بزرگ شده بود. گفتم که آمدم اینجا پلو خواهر. گفت بیا یه نفر میخواد با تو آشنا بشه. من از پلا برد بالا و بنان اونجا ایستاده بود. کمتر کسی را در بین مردم ایران می توان یافت که نام غلام حسین بنان به گوشش نخورده باشد. استاد بی بدیل موسیقی ایران که از سال 1320 تا اوایل دهه 40 پیچ رادیوهای شهر به روی گرمای صدایش می چرخید. نابغه بر قله آواز ایرانی که نقشی مؤثر و تعیین کننده در تولیدات درخشان آن سالهای رادیو داشت. از صبح در این خونه باز بود تا شب. خیلی ها تلفن می زدن، خیلی ها می اومدن. تقریبا از 4 و 5 بعد از ظهر تلفن ها شروع می شد. اگر می دیدن ما برنامه نداریم، همشون سراجی می شدن، از هنرمند و از دوستان نزدیک و همه اینا. و حالها روزی نبود، شبی نبود که ما برنامه دوستانه نداشته باشیم. تمام این جلسات شبانه و روزانه‌ای که مادرم تعریف کرد من هم بودم، و این که اصلا سنم اقتضا نمی‌کرد، یعنی بچه 13 14 ساله 15 ساله در اون دوره سرگرمی و مشغولیات دیگه ای داره، ولی من هر شب در تمام این جلسات بودم. آقای عبادی بود، آقای مجد بود، نمیدونم بودن دیگه. فقط از بنان سوال می‌کردن با اشاره چی می‌خوای بخونی. همیشه موقع آواز خوندن یک لبخند ملایمی رو صورتش بود و وقتی که آوازش تمام میشد شروع میکرد خندیدن، یه جوری تموم نمیکرد که خب بر من دست بزنین من آوازم تمام شده. محزون ترین هم که میخوند بعدش شروع میکرد به خندیدن و دیگران میفهمیدن که خب آوازش تمام شد. عادتش وقتی که آماده میخواست برای خوندن بشه بلند میشد از جاش، وقتی بلند میشد میرفت توی راه رو
من فقط میفهمیدم چی کار میکنه، فقط صداشو امتحان میکرد که ببینه از کجا شروع بکنه. نقش خیال روی تو، روی تو، نقش خیال روی تو. حدود 16 سال است که پریدخت آور از منزلی که در آن با غلام حسین بنان زیسته بود به این خانه کوچ کرده است. اما آنقدر حضور بنان در گوشه و کنار این خانه ملموس است که انگار این همان خانه است که روزگاری شاهکارهای تکرار نشدنیش از اینجا سر برآوردند. در گوشه دنجی که غلام حسین بنان به عنوان سرآمد آوازخوانان دوران در آن می نشست و بزرگ و کوچک به دیدارش می آمدند. مادرم با آقای بنان قرار بود برن به یک مهمانی. آقای بنان گفت صبر کنی، قراره یه آقایی بیاد با هم بریم. در زدن پسر جوان لاغری اومد، معرفی کرد محمد رضا شجری. تو ماشینم که چهارتایی میرفتیم ما دوتا عقب نشسته بودیم با هم حرف میزدیم، شوخی میکردیم و اینا. یه تیکایی رو آقای بنان اونجا صلاح تونست خوند و یه تیکایی رو گذاشت به عهده شجریان، گفت تو بخون. و اون شب مهمانی تمام شد و ما برگشتیم و از اون به بعد این مراوده با ایشون شروع شد و در این حال معرفی شد به رادیو تلویزیون و فعالیتش رو شروع کرد. 3-4 ماه آخر زندگی بنان بود، یه اتاق کوچیکی بغل اتاق خواب بود که اونجا نوار اینا، من اونجا گاهی کار میکردم، نوار درست میکردم اونجور که دلم میخواست. یه روزی من یه نوار گذاشتم به نام رویای هستی که این شعرش مال نواب صفاست و آهنگشو آقای ملا ساخته، در اصفهان هم هست. هستی چه بود قصه خود رنج و ملالی. همچین نصفه های این که نوار رسیده بود یه خود موعظت کردم، دیدم مثل این که یه صدایی میاد، یه صدایی بمی میاد. هستی من و مستی تو افسانه ی غم. وقتی که از لای در نگاه کردم دیدم بنان به پهنای صورتش عشق بخته و داره زمزمه میکنه این رویای هستی. همیشه براش یک خاطره بود. گاهی میگفت اون رویای هستی رو بذار. حتی مهمونم که داشتیم میمد تو اتاق میگفت اون رویای هستی رو بذار. و این نوار خیلی ناراحتش میکرد. ز هستی نصیبم بود درد بی‌نهایت، چنان نه ندارم سر شکوه و شکایت، چرا این غم اقامت گزین به درگاه می فروشان.